بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو. دوستان سلام، به یامی گسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم و ماهی دودی که زنده یاد جناب فرهاد در موردش صحبت میکردن، این عزیز دلنگیز هست که امروز در خدمت ایشون هستیم. این برنامه برنامه دانشکده آتش نیست، ولی با آتش سر و کار داریم. میخوایم روش قدیمی کلاسیکی که ماهی دودی شب عید در مناطق مرکزی ایران، در جاهایی که دسترسی به ماهی تازه وجود نداشته و به طور معمول در اون زمان ماهی دودی فقط برای سبزی پلو شب عید که همراه کوکوی سبزی تبخ میشد مورد استفاده قرار می گرفت، این روش پخت ماهی دودی اون روش مصرف ماهی دودی معمول دوستان عزیز گیلانی ما نیست، یه مقداری متفاوت هست. یعنی ماهی دودی رو میخوایم نمکش رو کاهش بدیم، حالت تازه تر در این به وجود بیاریم و این رو سرخ بکنیم و با سبزی پلو ازش لذت ببریم. و من احساس کردم که نیاز به این هست که یه مقدار تنوع در روش پخت ماهی، که اغلب هموطنان ما ماهی سفید رو سرخ میکنند و در سفره شب عید از این لذت میبرند، داشته باشیم. و این تنوع مطمئنم که در چند تا ویدیوی بعدی نظر همه دوستان مشکل پسند و خوش سلیقه ما رو جلب خواهد کرد. عزیزان، این کار انجامش خیلی ساده است. یه آتیش مختصری در منقل درست میکنیم. این کار رو در منزل روی شعله گاز هم میتونید انجام بدید، ولی آتیش بازی همواره لطف بیشتری داره، مخصوصا در این هوای نم نم بارونی بهاری تهران زیبا. عزیز دلنگیز رو چند دقیقه هر طرفش رو روی منقل در حدی که حرارت میدیم که فقط پوست این به راحتی کنده بشه. بوی عطر دلنگیز خاطرات اینجا پیچیده همین الان و جای همه دوستان بسیار بسیار خالی. فقط توجه بفرمایید که قصد پختن اینو نداریم، همین در حدی که پوست این نرم بشه و بتونیم که پوست ماهی رو بکنیم. مشتری اولمون اینجا نشسته بی صبرانه منتظره. شمپ جان، ماهی دودی دوست داری بابا؟ دوستان، یه نکته مهم در انتخاب ماهی دودی باید خدمتتون عرض بکنم که خیلی از عزیزان گیلانی ما علاقه وافری دارن به چیزی که بهش گفته میشه ماهی دودی شکمپر، یعنی ماهیه که اشپل و محتویات شکمش داخلش محفوظ بوده، شکمش پاک نشده و همین ترتیب درسته این رو دودی کردن. مراجع بهداشتی و دانشکده های علوم پزشکی به طور مکرر هشدار دادن به مردم که استفاده از ماهی دودی شکمپر کار خطرناکی است و ریسک مسمومیت بسیار جدی داره و اگر کمی در اینترنت بگردید نتایج این تحقیقات رو پیدا میکنید که نمونه هایی از بازارهای ماهی شهرهای مختلف گیلان و مازندران برداشته شده و تست شده و یه چیزی اگر درست خاطرم باشه بیش از 90% این نمونه ها آلودگی شدید باکتریال داشتن. خب دوستان عزیز، متاسفانه مجبوریم که کله مرحوم رو جدا کنیم با عرض معذرت.
خب ببینید، این قطعات به این ترتیب مرسوم بوده که برای هر نفر یک قطعه به این ترتیب رو سرخ کرده سرو میکردن. در زمان حاضر این بیشتر به عنوان مزه یا در واقع گیلانی های عزیز به عنوان چاشنی و نمک سفره ازش استفاده میکنن. کاری که منم انجام میدم اینه که من یک قطعه دوم رو نگه میدارم که به روش گیلانی این رو بعدا مصرف بکنم، و کاری که انجام میشه اینه که اینو دیگه شوریشو نمیگیریم، فقط پوست اینو میکنیم. ببینید پس از حرارت دیدن پوست این خیلی راحت کنده میشه. و روش مصرف گیلانی این اینه که این قطعه نازنین زیبا رو در داخل یک بشقاب کوچک، یک نعلبکی، روی کته در حال دم کشیدن قرار میدن. یعنی موقعی که آب کته تموم شد و اینو خواستید که درش رو ببندید که دم بکشه، اینو روش قرار میدین که فقط بخار ببینه. در این مرحله قطعات ماهی رو که پوست کندیم و در ظرف گذاشتیم با آب سرد میپوشونیم. این مرحله یه که این آب سرد باعث ریهایدریشن میشه، یعنی یه مقدار حالت تازگی بیشتری در گوشت ماهی ایجاد میکنه که برای ماهی که در زمان قدیم به عنوان ماهی اصلی سبزی پلو، ماهی شب عید میخواست مصرف بشه، مطلوب تر بوده. و کار دیگری که اینجا اتفاق میفته اینه که نمک ماهی دودی شما کاهش پیدا میکنه. روش سنتی تهیه ماهی دودی در شمال ایران به این ترتیب بوده که ابتدا ماهی رو پس از صید و تمیز کردن شکمش و آب کشیدن، در محلول غلیظ آب نمک این رو به مدت تقریبا یک هفته نمک سود مرطوب میکردن. این هم باعث پریزرو شدن، یعنی در واقع کشته شدن میکروب ها یا اختلال در تکثیر میکروب ها، باکتری ها، عوامل فساد می شده، و هم باعث افزایش قابلیت نگهداری طولانی مدت می شده که این قابلیت نگهداری طولانی مدت بعداً در مرحله دودی کردن که اینها در یک اتاق های آویزان می شدن و کف این اتاق ها رو با کلش یا اون کاه و حصیر باقی مانده از ساقه خوش شده برنجی که قبلا درو شده بوده و دانه های برنج از این جدا شده بوده می پوشوندن. یکی دو تا تیکه زغال سرخ شده در کف اینجا می گذاشتن، درب اینجا رو می بستن، رها می کردن تا این به صورت کولد اسموکینگ دودی بشه. روش های دودی کردنی که ما در باربیکیو قبلا این رو آموزش دادیم، اینا برای نگهداری طولانی مدت نیست، یعنی در واقع روش های اسموک کیورینگ نیستش که بتونید این رو بدون یخچال ماده غذایی رو برای مدت طولانی نگه دارید. اما این برای اون کار مناسب بوده. هنوز هم اگر تقلبی در کار نباشه به همین روش سنتی این کار انجام میشه. در اون زمان که یخچال و فریزر و اینها نبوده و در قسمت‌های به غیر از نوار ساحلی و شمالی و جنوبی کشور خیلی سخت ممکن بوده که ماهی تازه پیدا بشه، پس اینی که آقای فرهاد اشاره می‌فرمایند که بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو، ماجراش به این ترتیب بوده و خالی از لطف نیستش که الان هم که ماهی تازه خیلی بیشتر در دسترس هست و در کشورهای خارجی دوستان عزیز ما که خارج از ایران ساکن هستن هم به راحتی به صدها یا بیشتر نوع ماهی تازه، انواع ماهی های همه جای دنیا رو میتونن تهیه بکنن، لذت بردن از ماهی دودی سرخ شده با سبزی پلو به روش سنتی چندین دهه پیش از لطف بسیاری برخورداره. اگر میزان مصرف نمکتون میخواین خیلی کم باشه، این رو 3 ساعت در آب سرد حتما در یخچال اجازه بدید استراحت بکنه. در غیر این صورت 1.5 الی 2 ساعت زمان خیس شدن در آب سرد کافی است که در پایان این مدت ماهی رو از آب سرد خارج میکنید، زیر آب سرد روان آب میکشید، در آبکش بگذارید در یخچال یه مقدار آبش بره،
با دستمال خشک تمیز این رو خشک میکنیم و مرحله بعدی رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خب دوستان گرامی، یه تاور داغ بکنید. طبق معمول توصیه میشه که از یه تابه سنگین استیل استفاده بفرمایید و به اندازه روغن بریزید که یه چند میلیمتر روغن کف تابه باشه. دما رو کاهش بدین، به نزدیک حداقل برسونید. هر سمت این ماهی رو 2-3 دقیقه سرخ بکنید، معمولا کافی هستش. عزیز، کار تمام است. هم من هم جناب شمپت خان داریم از این عطر دلنگیز لذت وافر میبریم. جاتون خالی. ماهی دودی از اون چیزاییه که یا دوست دارید یا دوست ندارید. البته ماهی سفید دودی به لحاظ این تیکهای دو شاخه‌ای که داره، باز خوردنش یه مقدار احتیاط رو میطلبه، مخصوصا برای ما افراد ناشی. بالا میسر. من همواره از این تعجب میکنم که چرا در زمان قدیم که وفور نعمت هم بوده و وضع مالی مردم هم اجازه میداده که هر مقدار گوشت و ماهی و اینها 99% مردم، یعنی هر کسی که حتی کارگر ساده بود، به هر حال یک نفر که کار میکرد یک خانواده 5-6 نفری اداره میشدن، هزینه مسکن، لباس، خوراک اینها تامین میشد. و با این وجود من تعجب میکنم که چرا یک پدیده نازنین به این لذیذی مثل ماهی دودی رو فقط سال یک بار در زمان شب عید نوشه جان میکردن. امیدوارم که حتما با تهیه کردن این خوراک ساده و لذیذ برای دوستانی که خاطرات شیرین قدیمی از بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو، در اون زمانی که شکستن قلک واقعا یک رویداد مهمی محسوب میشد و احساس پولدار شدن میکردیم با یک مش سکه‌ای که از این قلک در میومد و واقعا هم ارزش داشت این پول، امیدوارم که این بهانه‌ای بشه که به یک سفر پرخاطره و شیرین برگردید و روزگار و دوران کودکی رو
دوباره تجربه بفرمایید و حتما ارادت ویژه بنده رو به کودک درونتون برسونید. متشکرم که حوصله کردید و همراه ما بودید. شب و روزتون بخیر. بون آپتیت.